کنارش استفاده. خب دوستان اومدیم بحثی کلاس نیم رو ها رو هم انجام دادیم. به نظرتون میشه روش الان روی این فوریچه ما بیایم سی اس اس هاشو هم عوض کنیم؟ میشه؟ میشه؟ نمیدونم. بریم ببینیم. باز کامل کیس ها نه میده بابا به بستون خیلی چیز خوبی حالا تعریف نکنم از شد سمت چی رو؟ مثلا در بک‌گراند کالر، بک‌گراند کالر پیشنهاد میده رو به روش پیشنهاد مثلا رنگ ها و بدگو نه اونا پیشنهاد جاوا‌اسکریپت چیز هم نمیده ریاکت میده اومده میگم ریاکت نمیده یادم آره ریاکت میده خیالتون راحت بچه همش چیزی نمیده حالا دیگه اینجا چون دار چی؟ توی سایت اولیفی همه رفته هم خب اینسپیک گرفته هم توی اسپایل یه سری از برای تو بوزه های مخصد باز بشه اصلا قهمه هیچی ندارم و یک گفتم وفکیت میشه داره کروم موزیلا موز یادم رفته من یادم سه ساعت نشستم خب میام اینجا اشکال هسته خود ناراحت نم یه پدینگ هم میذاریم اینجا حد 20 پیکسل و یه دارم باکس سایزی میگه دوستان همه اینا رو یادشونه این چی بود؟ احسن به همین زیبایی ما تونستیم الان فوریش بزنیم به این شکل سوال در مورد کلاس نیم ها بریم تگ نیم بگو چه کاریه اینجا میایید مثلا HTML میزنید HTML؟ آره مثلا یه تگوی HTML و کلاس هایی بندر CSS و میه تو JS میکنن چرا داریم الان مثلا چنین کاری رو انجام میدید؟ بعدا بگو بگو مثلا میخوای یه چیزی رو تو صفحه کلاسش مثلا فرست نه میخوای اولیه رو بگیرید روش ایونت تعریف کنید بعد من بدونم که این آرایه است مثلا برگردم میگم ایندکس صفرمش روش کلیک شد این اتفاق میفته میشه اینا رو استفاده کنه به این صورت 100 درصد مصرف استفاده داره من اینکه باید بشناسم اینا رو میخوام بشناسمش من اینکه این آرایه بود من فهمیدم که HTML کالکشن بود ببرمش تو آرایه فردا اگه یه دفعه بهم برگرده بگه روی صفحه همینجا اینا رو دیتا هاشو نمایش بده من بتونم نمایش بدم اینر تکستش بکنم اینر تکستشو بریزم تو یه دونه مثلا اسپن همه رو اسپنا رو تو یه دونه HTML بریزم بعد داکیومنت رایت کنم تو یه جا دیتا هایی که توشه پس این کار رو میتونم انجام بدم تگ نیم چیه؟ بریم اینجا مثلا گیرم تو حال نداره کلاس نیم استفاده بکنی میخوای فقط دیوها رو بکشی بیرون توی صفحه میگی let مثلا div document.get element tag name درسته؟ اسم تگت دیو جان؟ آره؟ بگیرو نه باید بلد باشه بالاخره اون سه چهار تا مثلا تو یه دونه حالا من کوئری سلکتور رو نگفتم کوئری سلکتور که میتونیم بزنیم میتونیم هی آبجکت تو آبجکتش کنیم هنوز نگفتم
میگم document get element get element by tag name div، برو اینو پیداش بکن و خب اولا اینکه div رو بزنید بهتون باز html collection داد، div ها رو رفت جدا کرد. دو، من میتونم این رو چیکار کنم؟ به array تبدیل کنم. آها، array.from method اینه من نظام توش بشه آرایه، و آرایه رو اگه بیام اینجا و میتونم کل این متد ها رو روش پیاده این هست و فوریچ بزنم، مپ بزنم و این موارد. جان چجوری میشه فقط دیوایی بگیریم که مثلا کلاس هایی بگیریم که فقط مثلا دیوه استفاده شده؟ دیوه مثلا کلاس فرسته، مثلا فرسته مثلا تشکیه هم استفاده شده. میگم الان هر رو میشه این حالت سوم بود که این هم هست HTML collection و دیتا هاشو کشیدم بیرون، فهمیدم که میشه به آرای هم تبدیلش کرد و ازش استفاده کنم، فور ایچ بزنم، فور آف بزنم، چه میدونم مپ بزنم، همه کارا میتونم روش انجام بدم، دیتا هاشو بکشم بیرون، همه این کارا میشه توش کرد. من فقط یه div dot for each رو میزنم، میام اینجا یه الم میذارم، دیتاشو میکشم بیرون، میگم آقا لاگ بگی اله من یه آبجکت دات اینر تکس تمام دی یک دو اونه خالیه، نمیدنش خالیه خالیش. کشیدش بیرون. خب اینم بعض تگ نیم، بریم یه دنش که اصلا یه چیزی رو کار بکنیم که همه اینا رو ساپورت میکنه، هر سه تاش رو، هم آیدی رو، هم کلاس نیم رو، و هم بحث تگ نیم. کوئری سلکت میام اینجا میگم document dot query selector all، query selector all نگاه بکن HTML element در واقع میاد اینجا میگه نود لیست برمیگردونم دیگه، HTML collection بر نمیگردونه، نود لیست داره برمیگردونه، دو نقطهش مشخصه و تایپش فرمه، میگه return all elements که به صورت نزولی، خب نه این نزولی نیست، یه چیز معنی دیگه میگه فرزندان سیستم از بالا پایین، یه معنی دیگه هم میده غیر از نزولی، فرزندان میتونم، فرزندان بخوام میتونه بشه معنیش. آره ها کسی یه دقیقه من نزیم تو بگیم فرزندایی که با مصر بکن بچانه بر میگن چه نسل نسل معنی خوب ببخش من معنی شفصیست فرزندان، هم فرزندان میشه، فرزندان رو در واقع بیاد بکشه بیرون. خب توی داکومنت query selector all میگه کیا رو میخوایم، میگم div dot class first، حالا اینجا شبیه به چی میشه؟ css div dot class در واقع first، و میام اینجا برمیگردم میگم let first و اینجا log first، میام اینجا میکشه بیرون node list، این آرایه پروتوتایپش بیشتره، فوریچ داره، آیتم داره، اینتری داره، کی داره، کلید داره، در واقع شما میتونید از کلیداش استفاده بکنید، لنس داره، وریو هم داره، کانستراکت و سیمبول هم، این یعنی من میتونم بفهمم که فور رو میتونم توش بزنم. خب هر چی آره فور، نه فور رو، فور وایل معمولا. خب من که نمیخوام نود لیست استفاده کنم که، یه لول میبرمش بالا، چیکارش میکنم؟ query selector array dot from ببرش تو array چی؟ query command برای query؟ command یه دو بالاتر از همین چیز تو selector. خب میایم اینجا برسیم و تک تک بگم بکنم. خب میام اینجا اینا رو هم داریم توی این مورد. خب
میام این رو به این صورت کشتم بیرون. خب یه زن انگار چیز شد حالت چی میگن CSS story شد. مثلا اگه من میام اینجا برگردم میگم دیو کلاس فرست، یه دیو دارم کلاس سکند، خب سه چهار تا داشته باشم توش، میتونم اینجا بیام بگم دیو کلاس فرست برو دیو کلاس سکند رو بکش بیرون. ببینید میکشه بیرون، میبینید عین CSS داره همه. و یعنی اینجوری؟ مثلا دیو کلاس ترد بیایم اینجا، من یه ترد هم دو سه تا بزنم. سوالات رو بپرس، همه رو بپرس، تای دلت نمون. ایشون داره میگه که NTH of time بیاریم. آقا NTH of time اولی گرفت آد فردا رو بگیره، ایون ایون زوجا رو بگیره، first of type first child last child last of time. اونم میتونی در واقع به این صورت ازش بکشید بیرون. یه جورای این قسمتش خیلی شبیه به سلکتور ها میمونه توی جی کوئری، این شبیهش میمونه. کوئری سلکتور آل گزینه خیلی خوبی هستش که شما سرچ بکنید در واقع توی دیتا هاتون بخواید اون چیز مورد اون مقدار مورد نظرتون رو بکشید بیرون. خب پس من اولا میام اینجا کوئری سلکتور آل رو دیدم آرای است و میتونم بیام اینجا بگم first.forEach و خودش forEach رو داشت. حالا من به آرایه هم اگه تبدیل نمی کردم میام بگم lm هر کدوم از این سکند ها lm ها شما .style.تون .background color.تون بیاد بشه چی؟ تیل کریمزون و ویدز 500 پیکسل هایت اصلا 100 تا و یه مارجین باطن همین حتی 10 پیکسل. اوکی رفت داد دیگه به ما بیرون جان. خروجی کوئری سلکتور آل از نوع نود لیسته، لیست دیگه، لیست خودش در واقع معنی آرایه میده دیگه. نودها رو که رفته پیدا کرده به صورت لیست بود، نودی پیدا کرده دیگه. اون شاخه‌ای پیدا کرده، شاخه‌ای پیدا کرده توی دام، نوده دیگه. نود نود کدوم میشه؟ آره نرفتت که میکشی مثلا اینا نوده، این یه نوده، این یه نوده، این یه نوده، لیست رو رفته گشته اونا رو پیدا کرده. کالکشن یه لول از این پایین تر. چرا؟ چون یه سری پروتوتایپ در واقع بیشتر داره، فوریش رو داشت، نمیدونم یکی دو تا دیگه اضافه داشت. کالکشن از این مقدار ظاهری شبیه چه آرایه هم فقط پروتوتایپش رو فهم میکنم. خب این نشون میده که اون در واقع از اون کلاسی که اینا اومدن دارن تشکیل میشن، کلاسه یه سری متدها داخلش نیست. کدوم بهتر؟ خب آرایه ها رو من میتونم در واقع استفاده بکنم ازش. چرا؟ چون تو آرایه ها کلی متد دارم، آره کلی ابزار دارم، میتونم کارهای بیشتری توش انجام بدم، خصوصا تو سمت اینکه بخوام دیتا رو فچ بکنم به دردم میخوره اونجا. اینا واسه کوئری سلکتور آل. بریم یه دونه هم داریم کوئری سلکتور. کوئری سلکتور حالا زود زدم. کوئری سلکتور بابا وایس خب داپلیکیت اون دوست داره ولش کن. میگه متد پرنت نود کوئری سلکتور میگه در واقع چی هستش؟ از نوع HTML المنته و
ریترن میکنه فرست المنت، یعنی اولی رو برمیگرده. حالا اونایی که بک اند کار کرده باشه مثلا میذاره فرست رکورد. خب اینم فرست المنت رو میاد 10 تا دیگه واسه فرست شروعشون اولی رو برمیگرده. نه دیگه میگه فرزندانی که داخل نوت هستن روش اولیشون رو میره ریترن میکنه برمیگرده. میام اینجا، خب این یه جوری میتونه در واقع یه حرکتی باشه برای من. خب من دیگه از اری فرام استفاده نمیکنم و میام اینجا میگم لاگ فرست و میام اینجا اف 12 رو بزنم. شاید به چی هم ورکه؟ شاید به آیدی، شاید به آیدی اولی رو برگرده. آیدی هم شاید به همین اولی رو برمیگرده. و اینجا الان راحت شما میتونید چیکار بکنید؟ بیایید مثلا درجا بگید فرست دات استایل دات استایل دات بک‌گراند کالر مثلا گرین. تمام. لایک گرفت. فرست استایل سکند. خب هایت نداره باش. هایت نداره. ویتسش اوتوه. ویتسش 100%. هایت هم درست نمیشته. ده بیسه یاد میگیردش. اوکی مثلا یه الان میگه اشتیمال کالکشن هم نیست. نه دیگه این شبیه به آیدیه. این آیدیه. آره اولی رو برمیگرده. یونیک برمیگرده. اینم از این